درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سلام و درود دارم به مهمانان عزیزمون که چند لحظه دیگه خدمتشون خواهم بود. سپاس دارم از جناب مهندس فرزاد که در اتاق فرمان منو راهنمایی میکنن، کمک میکنن برای بهبود این برنامه. قبل از اینکه مطالبم رو خدمتتون عرض بکنم، ممکنه کسانی که این برنامه رو میبینن اون آرمی که ما برای یک مدت یک سال خورده ای داشتیم عوض شده به خاطر مسائل کپی رایت. بنابراین ما در هفتهات آینده یک موزیک و یک برنامه دیگه ای رو در شروع برنامه خواهیم داشت. مطالبی که امروز در خدمتون من آماده کردم که راجبش صحبت بکنیم با مهمانانمون، یکی موضوع حجاب هست و که راجبش صحبت خواهیم کرد تا چند لحظه دیگه، و دیگری موضوع گروگانگیری که در بلژیک شده بود، یعنی زندانی که الان برای مدت 20 سال حکم گرفته به خاطر کارهای تروریستی که انجام داده که احتمالاً اکثر ما راجبش آگاهی داریم، راجب اون صحبت خواهیم کرد. ولی اکثر صحبت ما راجب یک سازمانی هست که تازه اعلام موجودیت کرده، راجب اون صحبت خواهیم کرد. بنابراین بدون اینکه بخوام وقتی بیشتری رو از مهمانانمون بگیرم، به سالن میریم و خدمت جناب آقای محمد نیکبخت که از ایران تشریف دارن و قبلا هم چندین بار در خدمتشون بودیم. آقای نیکبخت کسانی که دنبال روی کارهای سیاسی هستن باهاشون آشنایی کامل دارن. آقای نیکبخت چندین بار در زندان بودن، من فکر میکنم اگر به حافظم اجازه بده حدود بیش از 8 سال یا بیشتر در زندان بودن، و یک بار هم با خوردن حدود 8 یا 9 گلوله از به اصطلاح از تیررس جمهوری اسلامی رفتند و الان ما در خدمتشون هستیم. جناب نیکبخت درود و سلام دارم و خوش آمد میگم بهتون. درود بیکران بر شما، مهمان عزیزتون و مردم غیور ایران. من از اصفهان در خدمت شما هستم. بله، مهمان دیگمون آقای کیقوباد اسماعیل پور هستند. آقای اسماعیل پور اولین بار هست که ما در خدمتشون هستیم اینجا. آقای اسماعیل پور رو من فکر میکنم حدود 30 سال یا همچی چیزی در ونکوور میشناسم. من حدود 35 سال در ونکوور بودم و آقای افتخار داشتم که باهاشون آشنا بشم، بعدم که حالا چندین سال است که در تورنتو هستم. بنابراین چهره برای من آشنا هست و امروز هم برای بینندگان این برنامه چهره آشنایی خواهند داشت. درود میگم به شما جناب کیقوباد اسماعیل پور. خواهش میکنم. من هم سلام و درود میفرستم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. همونجوری که فرمودید، حداقل ما سالیان سال هست که همدیگر رو میشناسیم. من سلام و درود دارم خدمت مهمان عزیزتون جناب نیکبخت، و خوشحالم که یک فرد مبارز رو از ایران داریم. من دقت میکردم وقتی که شما میفرمودید 14 تا گلوله از مسیر گلوله ها به شکلی فرار کردن، جناب نیکبخت لبخند بر لب داشتن، و این رو من به عنوان سمبل مبارزه مردم ایران و اینکه به گلوله ها هم لبخند میزنن تا با آزادی برسن تلقی میکنم. متشکرم و در خدمت شما هستم. البته من گفتم 8 یا 9 تا گلوله، ولی چیزی که اون لبخندی که بله اون چیزی که شما اشاره میکنین به تعداد گلوله ها و ایشون لبخند میزنن، به خاطر اینکه ایشون سالهاست در حقیقت جانشون رو روی کف دستشون گذاشتن، مثل خیلی های دیگه که الان در زندان های ایران هستن و در حالی که در زندان هستن از هیچ چیزی برای نجات کشور دریغ نمی کنن. میخواستم در ابتدا این دو تا موضوع رو در صحبت بکنیم، راجع به حجاب و مردان و زنانی که قرار هست که در
فکر میکنم اگر به مرداد بگم تاریخش رو اگر ممکنه جناب نیکبخت، تاریخ ایرانیش چی میشه؟ به تاریخ ایرانیش برای این همایش چه تاریخی هست اگه به خاطر داری؟ ماه هست. چندم مرداد هست؟ 21 تیر ماه، 21 همین ماه هست. این همایشی که فراخوان براش داده شده 21 تیر ماه هست. بله، 21. خیلی ممنون. من به انگلیسیشو نوشته بودم ولی نمیخواستم که انگلیسیشو بگم، یعنی تاریخ گریگوریان بگم. بنابراین این روزی است که الان فراخوان داده شده. فراخوان‌های زیادی، هشتگ‌های زیادی درش هست، یعنی هشتگ از حجاب خط تیره بی حجاب، یعنی حجاب بی حجاب، بعد خط تیره های وسط اینا هست، یا اینکه هشتگ نه به حجاب اجباری. اینا را اگر دنبال بکنین کمک میکنه برای گسترش این تبلیغات برای این روز، و توقع میشه، یعنی انتظار داریم که، یعنی همه انتظار دارن در داخل ایران که هم مردان و هم زنان با همدیگه در اون روز برای اعتراض در خیابونا باشن. و نکته‌ای که الان اخیراً که حالا شما دوستان میتونه راجبش صحبت بکنید، فشار بسیار زیادی رو حکومت گذاشته بر روی زنان. حتی در مشهد هم گفته شده که اگر به بانک میرین یا به سوار مترو میشین یا اتوبوس میشین یا به کارهای دیگه میرین، کارهای اداره میرین، اگر که حجاب کامل نباشه راهتون نمیدن. این واقعا برخلاف تمام مقررات دنیاست، حتی برخلاف مقررات اسلامی هست. حالا اونا اگر خودشون میگن اسلامی هستن که نیستن، از هر کافری بدتر هستن، ولی همچین چیزی واقعا دیده و شنیده نشده. بله، 21 تیر روزی هست که من شخصا انتظار دارم که خانوم های محجبه، کسانی که حجاب دارن، بپیوندن به زنان و مردان، برای اینکه ما معتقد هستیم، یا نه ما بلکه فکر میکنم تمام دنیا معتقد هستن که جمهوری اسلامی ماندگار نخواهد بود، و کسانی که حجاب دارن توقع نباید داشته باشن که حجابشون از سرشون بکشن. بنابراین همه ما با حجاب اجباری مسئله داریم، وگرنه هر کسی میخواد حجاب داشته باشه، میخواد نداشته باشه. جناب نیکبخت، اگر نکته دارین راجع به موضوع خواهش میکنم بفرمایید. در ایران ما تصور میکردیم که ولی فقیه اول و دوم حقیقتا نقش چوپان دارند، الان به این نتیجه رسیدیم که خیر، ایشون گویا فراتر از چوپان نقش اختاپوس داره بازی میکنه. دست انداختن رو تمام شؤونات زندگی مردم و برای همه هم یه تز و برنامه ولی فقیه داده، و استنادش هم به این هست که قانون اساسی این اختیارات البته براش قائل هست و یه اختیاری فراتر از قانون اساسی هم به نام حکم حکومتی که در اختیارشه. خب چه کار میخواد بکنه؟ چه نیتی داره از این فشار آوردن روی بانوانی که به هر حال به حجاب اختیاری معتقدند و اینها اسمشون رو گذاشتن بد حجاب یا شل حجاب، و با این عناوین توهین‌آمیز خطابشون میکنن، و حتی آقایون که کروات نزنید، نمیدونم آستین کوتاه نپوشید، شلوار فران، شلوار. خب چرا؟ دو تا نیت اصلی رو این ولی فقیه داره دنبال میکنه. اول ایجاد خفقان به این معنی که مردم بترسند و این ترس ماندگار بشه و اعتراض نکنند. اون میدونه که وضعیت جامعه انفجاری است و داره میبینه که هر روز در یک گوشه این کشور یه تظاهراتی جاری است، اما نگران هست از به هم پیوستن جنبش ها، از عمومی شدنش. پس میخواد با تزریق ترس اون قیام کلی و عمومی رو عقب بندازه، به تعویق بندازه. این یه بعدش. یه بعد دیگه‌ش اینه که یه سری نیرو رو تعریف کرده به نام نیروی انتظامی،
امنیتی و نظامی. حالا در این مقطع خاص و در این مورد خاص مسئله حجاب خصوصا نیروی انتظامی رو میخواد با مردم درگیر کنه و این کارو کرده. چرا؟ چون وحشت داره از اینکه بین نیروها و مردم یه اعتماد متقابلی به وجود بیاد و این نیروها در اون لحظه واقعی، یعنی زمانی که مردم قیام میکنن، دیگه مردم رو سرکوب نکنن، تمرد کنن از دستور سرکوب. پس هرچ عمق کینه و نفرت رو بیشتر کنه، اطمینان خاطر حاصل میکنه که این نیروهاش به کمکش میان و مردم رو سرکوب میکنن. فراموش نکنیم این یه حربه بسیار بسیار کثیفه که این ولی فقیه داره به کار میبره. دائما اصرارش بر این هست که همه نیروها، مثلا در جریان آبان 98 بودن در صحنه، حتی ارتش که مردم معتقد بودن و هستند که ارتش دخالتی نداشته، یکی دوتا از این افراد وابسته، سران وابسته رو آوردن، وابسته به ولی فقیه چاکر مابان رو آوردن جلوی دوربین و گفتن بله ارتش هم حتی مداخله داشته. ببینید برای چی اینا رو میگن؟ برای اینکه فاصله ایجاد کنن بین این نیروها و مردم. خب ما باید چیکار؟ اول نباید بترسیم، همدیگر رو بترسونیم، ترس رو ببریم در سطح جامعه پخش کنیم. ما باید به ولی فقیه حالی کنیم که آماده مقاومتیم و این مقاومت شالوده زندگی ماست. اصلا اساس و نیاز برداشتن ولی فقیه اصرار و اصرار و اصرار بر مقاومت. خب این مقاومت رو چجوری باید اعلام کنیم؟ مطابق همین فراخوان مردمی، اونهایی که به حجاب اختیاری معتقدند میان و خودشون رو در خیابونها به رخ ولی فقیه میکشن. نه به این خاطر که بیان با مامورها درگیر بشن، اصلا چنین چیزی نیست، اصلا چنین چیزی نیست. مامورین نیروی انتظامی هم دقت کنن در بازی ولی فقیه وارد نشن. هر کسی که با خود سرنوشتش رو به ولی فقیه گره بزنه این کیفر خواهد دید. اما اگر در کنار مردم قرار بگیرید، شما مال و جان و فرزندان و ناموس و حتی شغلتون تضمین میشه. ما قرار نیست ایران رو خراب کنیم، ویران کنیم، همه چیز رو نابود کنیم. ما میخوایم یه ولی فقیه رو برداریم، بعد اینو کنار بذاریم، این خانه زیبایی که داشتیم به نام ایران از این اشغالگر پاک کنیم، بعد همگی در کنار هم بیستیم و سازندگی انجام بدیم. و شماها که در کنار مردم باشید، ما به وجودتون نیاز داریم. پس خودتون رو بی جهت در زمینی که ولی فقیه آماده میکنه وارد بازی نکنید. با مردم نهایت همکاری رو داشته باشید و خب بانوان عزیز و آقایون خصوصا بدونن که باید به ولی فقیه و ایادیش نشون بدن که مخالفن، معترضن، که البته اونا میفهمن، اما نمود عینی باید در خیابانها هم پیدا کنن. یه توصیه هم من دارم، اونم اینه که اینها میان استفاده میکنن از اهرم‌هایی. مثلا اگر کسی این حجاب را اینگونه نداشت یا آنگونه نداشت بهش خدمات ندید. خیلی خوب، ما از خدمات اینها هم استفاده نمی کنیم، اما آیا استفاده نکردن ما از خدمات زیانش به ما وارد میشه؟ به اونا، به طبیعتا به خود حکومت وارد میشه. اون به دنبال این هست که مالیات اخذ کنه. اصلا اگر این اسمش خدمات باشه که داره عرضه میکنه، برای اخذ مالیات و اون موقع دستش بسته است. کافه رستوران ها اگر که اجباری کردن حجاب رو، مردم اصلا داخل این کافه رستوران ها نرن، اونا ورشکست میکنن. بانک هایی که اصرار بر حجاب اجباری دارن، مردم پول هاشون از این بانک ها بردارن. با برداشتن پول از بانک ها این بانک ها متضرر میشن. این اقدام بسیار بسیار اساسی است، اینها رو زمینگیر میکنه. و یه نکته دیگه، خیلی وقتا کلیپ های پخش میشه در فضای مجازی که مثلا گشت ارشاد گرفته یه خانومی رو داره میبره به فراوانی همه جا هست. بسیاری از این کلیپ ها ساخته و پرداخته خود حکومت. برای چی؟ برای اینکه رعب ایجاد کنه. یعنی نصر به رعب، یعنی این کلیپ رو میسازن، آماده میکنن، میارن منتشر میکنن، بقیه ببینن و بترسن. مبادا بترسیم. اگر بترسیم ما یه سرنوشت ذلیلانه ای پیدا خواهیم کرد. میخوایم با عزت زندگی کنیم. ایران کشور ماست، کشور ملاها نیست. پس برای اینکه کشورمون رو پس بگیریم، ترس و کنار میذاریم، متحد و دست در دست هم تو تمام صحنه، حالا این که عرض کردم 21 تیر ما یه صحنه شد، تو تمام صحنه ها حضور خواهیم داشت. بله، خیلی مطالب مهمی رو گفتین جناب نیکبخت، بسیار مهم بود و
امیدوارم که هموطنان ما این مطالب رو بشنون و اگر دوستان دیگه ای که این ویدیو رو میبینن برای دیگران پخش بکنن. دو تا موضوع رو من خدمت رو خیلی سریع بگم، بعد همین سوالم از جناب اسماعیل پور دارم. یکی اینکه ما این موضوع حجاب رو در زمانی که راهپیمایی‌های حکومتی هست اصلا رعایت نمیشه. یعنی اون چیزی که ما در راهپیمایی‌های حکومتی میبینیم در حقیقت یک چیزی است که اصلا قابل مقایسه نیست با همین به قول معروف حجاب شلی که مردم دارن. اشاره کردین راجع به اکتاپوس و این واژه ایست که آقای نفتالی بنت استفاده میکرد، نخست وزیر اسرائیل که اخیرا عوض شده، و ایشون میگفت ما باید سر اکتاپوس رو بزنیم. من به یاد اون افتادم که البته من همیشه میگم سر ما رو باید بزنیم، که البته منظور من از سر مار خامنه ای، هیچ ابایی هم ندارم و خیلی به اصطلاح با شهامت این موضوع رو مطرح میکنم برای اینکه واقعا باید سر ما رو زد. جناب اسماعیل پور گرامی، میخواستم نظر شما رو راجع به این موضوع حجاب و 21 تیر که راهپیمایی هست، تظاهرات هست، مردم ممکنه که خیلی به صورت با سکوت بیان تو خیابونا، نظر شما چیه و چه توصیه ای دارید؟ خواهش میکنم. من اولا لذت بردم از تحلیلی که یکی از هموطنانمون جناب نیکبخت از داخل ایران از کف خیابونها در واقع برامون داشتن. به این دلیل است که ما میگوییم ما خارج نشینان در واقع گوش به فرمان پیامهای مردم از داخل ایران هستیم و جنبش اونجاست. و اما در مورد حجاب، ببینید این سیستم یک سیستم ایدئولوژیکه و حجاب سمبولش و اساره وجودیش هست. از این دیدگاه شکسته شدن حجاب به معنی شکسته شدن این ایدئولوژی و پایه‌هاش هست. وقتی که این ایدئولوژی رو فرض کنید که 100 تا نوجوان 11 13 15 سال در یک میدان شیراز و به طور خودجوش میان و کل این امپراتوری و خلافت رو در واقع زیر سوال میبرند، دیگه هویت و حیثیت و عظمتی که وجود هم نداشت برای این سیستم ایدئولوژیک نمیمونه. بنابراین از این دیدگاه وقتی نگاه میکنیم مسئله حجاب و مسئله شکسته شدن اون از دیدگاه این سیستم ایدئولوژیک به مثابه هدف گرفتن کلیت نظام و کل ماهیت نظام و حذف اونه که خواسته مردم ایرانه. از دیدگاه بسیار موشکافانه ای که جناب نیکبخت داشتن در مورد افزایش فاصله بین نیروهای انتظامی و مردم، به ویژه اون بخشی از نیروهای انتظامی که از طبقات مردم هستند و اینها در همه سرتاسر دنیا در انقلابات نشون داده شده که وقتی که تنش‌ها زیاد میشه اینها در مقابل مردم نمی‌ایستن. بنابراین رژیم به شدت از این وحشت داره و وقتی از این دیدگاه نگاه میکنیم میبینیم که رژیم باید و میخواد که اینها رو با مردم در واقع درگیر کنه. هشدار نسبت به این مسئله بسیار ارزشمنده و اهمیت داره که هم به مردممون اینو بگیم و هم به اون نیروها. ببینید در دادگاه های حمید نوری اگر دقت کرده باشید شاهدان گفتن که کسانی که میخواستن اعدام کنن فرزندان این میهن رو اصرار داشتن که حتی یک سرباز ساده هم مرخصی نگیره و اونجا بمونه و حتما همه حتی نگهبانان ساده هم در این موضوع شریک بشن. چرا؟ به خاطر اینکه برای خودشون برای جنایتشون میخوان در واقع شریک داشته باشن. امروز همون روال به شکل دیگری در جامعه مطرح میشه با این موضوع که نیروهای انتظامی بیان و با مردم درگیر بشن، یا همونجور که جناب نیکبخت گفتن با ویدیوهایی که پخش میکنن تا این تضاد رو افزایش بدن. بنابراین به نظر من این نکته بسیار اساسی است که ما اینو هشدار بدیم و بگیم که این تاکتیک شما در واقع از پیش دستتون خونده شده
و اجازه ندیم این شکاف به وجود بیاد و از این تاکتیک در جهت افشای نقش و نوع حکومت و حاکمیتی که این رژیم بر ملت ما در واقع حاکم کرده استفاده کنیم. من صحبت زیادی ندارم به خاطر اینکه جناب نیکبخت فکر میکنم همه چیز رو از سرزمین ایران برامون گفتن. متشکرم. بله خیلی ممنون، درست میفرمید. اشاره کردین راجع به نیروهای انتظامی، من فقط یک پیام دارم برای نیروهای انتظامی و اونی که اینها برادران خواهرای شما هستن، حالا شل حجاب هستن یا هر چی مهم نیست، اونا تو اون سرزمین دارن زندگی میکنن، اختلاف دارن و اجباری هم نیست که داشته باشن. و پیام دیگه به خانواده های نیروهای انتظامی هست که به همسراتون بگین که مواظب باشن که به هموطنان ما صدمه نزنن، این بسیار بسیار مهمه. جمهوری اسلامی، تکرار میکنم، بارها گفته شده، جمهوری اسلامی ماندگار نیست، حالا 6 ماه دیگه، 6 روز دیگه، 1 سال دیگه، رفتنیه، هیچ فرقی نمیکنه. الان فشارهایی که آوردن، این فشارها نشون میده که فشار رو برای این میذارن که مردم نیان تو خیابونا، از این جهت این کار رو دارن انجام میدن. البته نمیتونیم انکار بکنیم که آمدن طالبان در همسایگی ما یک خلأی ایجاد کرد که آقای خامنه‌ای فکر کرد که طالبان ها میخوان که حالا سرپرستی مسلمانان جهان هم بگیرن، گفتم ما داریم از قافله عقب میفتیم، امکان داره که این موضوع هم بر این منوار باشه. البته میخوام اشاره بکنم به هموطنانمون که تعداد ما زیاده، تعداد ما حدود در ایران 85 میلیون نفر هستیم، زیر 0.5% هم نیروهای انتظامی هستن، شاید هم کمتر. بنابراین تعدادی که شما هستین، وقتی که تعدادتون زیاد هست در خیابونا، هیچ کسی نمیتونه به شما هیچ کاری رو انجام بده. حالا برگردیم از این موضوع حجاب، بریم به موضوع بلژیک و مشکلی که الان ایجاد شده در مورد استرداد آقای اسد اسداللهی، کسی که برای قرار بوده که بمبگذاری بکنه در یکی از تجمعات مجاهدین خلق در پاریس، به 20 سال محکوم شده. 20 سالی که با هیئت جوری و با دقیقاً بهترین سیستم دادگاهی که میشه در دنیا پیدا کرد، در بلژیک در حق ایشون گذاشته شده. 3 نفر دیگه هم همکار ایشون بودن که اونا هم هر کدوم بین 17 تا 18 سال حکم گرفتن. نکته ای که من در اینجا بعضی موقع فراموش میشه در خبرها داده نمیشه، اونی که من دارم تصور میکنم این آقای اسد اسداللهی این بومو با هواپیمای مسافربری از ایران خارج کرده. یعنی اون کسانی که اون معصوم هایی که تو اون پرواز نشسته بودن، میتونست این بمب منفجر بشه و چگونه میتونه که یک نفر بمب 5 کیلویی رو ببره؟ وقتی که شما یه ناخونگی رو نمیتونید ببرین در این فرودگاه ها، ولی یک بمب 5 کیلویی رو با خودتون بردین، این نشون میده که حکومت دست باشه داری. و بعد اگر که مثلا هماهنگی نیروهای انتظامی یا جاسوسی نبود، حتما این یک انفجار بزرگی در اون گرده همایی پیش می آورد و واقعا افتضاح بود برای جهانیان. در هر صورت حالا نکته کجاست؟ نکته اینجاست که یک قراردادی بین دولت جمهوری اسلامی و بلژیک امضا شده، حدود تقریبا میشه که 5-6 ماه پیش، و در این قرارداد که البته موضوع کانسپیرسی هم هست، یعنی اینکه واقعا این قرارداد رو به خاطر آزادی اسد اسداللهی ایجاد کردن، که بر اساس این قرارداد مجرمین میتونن به کشور اصلی خودشون برگردن، در کشور اصلی خودشون دست اون حکومت هست که اینا رو آزاد بکنه، عرشبت که تعداد سالها یا مقدار محکومیتشون کم بکنه یا هر چیز دیگه. این واقعا یک
به نظر میرسه که یک جنایتی هست بر علیه ایرانی هایی که در خارج هستند، مخصوصا در اروپا. و این تا الان که ما داریم با شما صحبت میکنیم قسمت روابط بین الملل بلژیک این اعلامیه رو که تایید کرده، قرار هست هفته آینده در مجلس به رأی عمومی گذاشته بشه و ما امیدوار هستیم که با این فاصله ای که گذاشته شده نمایندگان به عقل بیان و رأی ندن. حتی اگر هم که رأی بدن، دادگاه بین المللی اروپا میتونه جلوشو بگیره. در ضمن وکلایی هستن که دارن سخت کار میکنن که حتی اگر اونم موفق نشن بتونن از طریق قانونی بتونن جلوشو بگیرن و شاکی های خصوصی باشن نمیتونن آقای اسد اسداللهی آزاد بکنن. در اینجا من و چند تا از دوستانمون نامه ای رو نوشتیم که امروز فرستاده شده به نخست وزیر بلژیک و یک نامه هم شبیه همون به نخست وزیر کانادا فرستادیم. اعتراض کردیم برای این مطالبی که خدمتون الان عرض کردم. کپی این نامه هم به وزیر خارجه هر دو کشور و عضو احزاب اون کشور و این کشور فرستاده شده. اینم برای اطلاع برای مهمانان، برای هم‌میهنان عزیزیمون که بدونن که ما بیکار نشستیم و کارهایی رو انجام میدیم. جناب نیکبخت، من زیادی صحبت کردم، با پوزش میخوام جناب اسماعیل پور، میخوام که نظر شما رو راجع به این مطالب که عرض کردم بفرمایید. آیه اسدالله اسدی یه چاکر مسلک و در خدمت ولی فقیه که حالا این پست ولایت فقیه در اختیار آیه خامنه است. خب اومده یه بمبی رو از ایران برداشته، اینجا سازماندهی کردن تا هواپیمای مسافربری برده اونجا در اروپا که در یه تجمعی بذاره دستگیرش کردن. الان لایحه‌ای مطرح هست و این لایحه هم این اجازه رو میده که مبادله کنن و ایشون برگرده به ایران. من به عنوان شخصی که در ایران هم نگران برگشتن ایشون نیستم، چون امثال اسدالله اسدی آب بشن کجا رو میبرن، آتیش بشن کجا رو میسوزنن، همینجا تو خیابونها دارن گلوله به مردم میزنن و من خودم یه شاهد عینی و زنده که گلوله هاشون رو خوردم، اما همچنان به عنوان صدای ملت ایستادم. اما بحث اینجاست که وقتی یه مجموعی از کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر هست و یه اساسنامه هایی در بین خودشون هست، خصوصا قوانین اساسیشون که تأکید میکنه بر این حق و حقوق اساسی و در واقع خودشون رو در دنیا به این نام مطرح کردن، الان آیا این حقوق بشر اونجا ذبح نخواهد شد؟ آیا ولی فقیه اگر که چنین اتفاقی بیفته جسورتر و جریتر نخواهد شد؟ اینکه دست میبره به هر نوع اقدام جنایتکارانه در تمام اروپا. خب میدونید فرانسه پشت این معاهده ننگین هست و آیه امانوئل مکرون خیلی اصرار داره که حتما این کار صورت بگیره و بر صورتی دارن تلاش میکنن، یعنی یه مجموعه ای از اروپا و به این خیال هستن که بیان برن شهروندای دو تابعیتی رو بردارن و حالا اینایی که اینجا در چنگال ولی فقیه هستن از اینجا نجات بدن ببرن. و چقدر فاجعه است، چقدر فاجعه است این دوگانگی در حقوق بشر. انگار ما ایرانی ها استثناء شدیم، قراره که بقیه یه حقوقی داشته باشن اما ایرانی ها نه، استثناء بشن یه بخشایشو نداشته باشن. این ولی فقیه بالا سر ما ایستاده، ما هم داریم فریاد میزنیم، هر بارم بردیمش تا لب پرتگاه و یه سیاست مماشات اینا نجاتش دادن، این دفعه هم مثل دفعه های قبل. اما چه تصویب بشه چه تصویب نشه، چه اسدالله اسدی برگرده به ایران چه بر نگرده، ما عزممون برای ریشه‌کن کردن ولی فقیه جزم. هزاران جوان در ایران هستن که آمادن تا نعششون رو بر سر ولی فقیه له کنن.
و ایستادن، دارن مقاومت میکنن. ما یه ملت 85 میلیون جمعیت داریم، فریب بازی های سیاسی اروپا رو نخورده نخواهیم هم خورد. این کلاه گشاد رو سر ما گذاشتن قبلا، نه اینکه نذاشته باشن. همین رژیم ولایت فقیه دست پخت همین هاست. همین ها برای ما این، برای منفعت طلبی خودشون این شر بزرگ رو گردن ما انداختن. اما خب ما ایستادیم، مقاومت میکنیم، هموطنای ما در خارج کشور رسوا کنن، رسوا کنن این مماشاتگریه. نمیشه گفت که این کم سابقه است یا بی سابقه است. در بقیه جا ترورهای متعددی انجام شده در اروپا. چه کردن اروپایی ها واقعا؟ چه پاسخی دادن به این رژیم؟ جز هر بار یه امتیازی بهش دادن. این باعث دلسردی ما به عنوان مردم ایران نیست، باعث میشه که بهتر بشناسیم اروپایی ها رو، بشناسیم اینها در فردای آزادی ایران برای تصمیم گیری مسئولان پس رژیم ولایت فقیه بسیار بسیار مؤثر هست و حتما به کار خواهد گرفت. سپاس. جناب اسماعیل پور، نظر شما راجع به این صحبت گشتو چی هست؟ بفرمایید. من فکر میکنم که اولا اتفاق افتادن این موضوع، یعنی پس از جنگ جهانی دوم و تجربیاتی که اروپا و دنیا از استیلای فاشیسم داشت که منجر به ایجاد سازمان ملل متحد، دادگاه بین المللی لاهه و بقیه سازمان هایی که در جهت استیفای حقوق ملت های دنیا شد، این اتفاقی که داره در بلژیک میفته فاجعه است برای به گروگان گرفتن دموکراسی در اروپا. و به این خاطر از این زاویه من واقعا متاسفم وقتی که میبینم وزیر دادگستری یک کشور دموکراتیک مثل بلژیک میاد میگه که من باید اول به فکر در واقع شهروندان خودم باشم. این هشدار دهنده است. این به این معنی است که جمهوری اسلامی میتونه دوباره از شهروندان شما گروگان بگیره و بعد قوانین شما رو، دولت‌های شما رو در واقع به گروگان بگیره. وزیر دادگستری میگه که در زمینه تروریسم هیچ نوع بخشش یا چشم‌پوشی وجود ندارد، ولی حمایت از اتباع کشور وظیفه ماست و معاهدات بین المللی به همین درد میخورند. در واقع اون معامله خودش رو با یک رژیم تروریست و در قالب دفاع از شهروندان خودش، حقوق بشر، حقوق انسانی رو زیر پا میذاره و به یک دولت تروریست اجازه میده که بر قوانین اونها، بر دولتهای اونها و بر اعمال اونها تأثیر داشته باشن. من نگرانیم هم برای مردم ایران هست، هم برای مردم اروپا. اگر برای مردم اروپا رو بگم، این در واقع به تروریست مجوز میده و بهش سیگنال میده که شما میتونی اعمال تو ادامه بدی و ما سر خواهیم کرد، سر تعظیم خواهیم آورد. همونجور که جناب نیکبخت گفتن، این مسئله درست است در بلژیک اتفاق میفته، ولی یک پشتیبانی از فرانسه و کشورهای دیگری که به دوم نفت و گاز ایران هستند وجود داره. این مسئله که اروپا الان با پس از مسئله اوکراین با کمبود انرژی روبرو هست و اینکه به دنبال حلی هست که از حتی از ایران و ونزوئلا استفاده کنه. میدونید که هفته قبل دولت فرانسه خواستار بازگشت نفت ایران و ونزوئلا به بازار جهانی شد و در واقع این نشون میده که این بخشی از تصمیمی است که اروکان اروپا به قیمت جان مردم خاورمیانه و دیگر کشورها گرفتن تا بتونن مسائل خودشون حل کنن. یک درس اساسی هم برای مردم ایران داره و اون که مردمی که تجربه انقلاب 57 رو داشتن، قبل از اونها رو داشتن، به توپ بستن مجلسمون رو داشتن و امروز این توطئه ها رو میبینن،
یک بار برای همیشه این اصل رو قرار بدن که تا ملتی خسته و از منافع ملی خودش دفاع نکنه، هیچ کشور دیگه‌ای در واقع برای اقامه منافع ملی اون کشور نمی‌ایسته و حد اکثر ما میتونیم از دیگران بخواهیم که دشمن ما را کمک نکنند، یا اینکه از افکار عمومی دنیا بخواهیم که از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر دفاع کنند. من این وقتی میبینم، یه نکته دیگرم بگم که از کمیسیون در واقع خارجه دولت بلژیک که از 17 نفری که موضوع رو بررسی کردن 3 نفر رأی منفی دادن، 1 نفر غایب بوده و 1 نفر ممتنع، و 12 نفر دیگر از اون کمیسیون از احزاب چپ و سبز تا راست به این لایحه در واقع مهر تایید زدن. خب این افراد باید در رسانه‌ها توسط مردم اون کشور، توسط ایرانی بلژیکی‌ها مورد سوال قرار بگیرن که شما با این کارتون امنیت شهروند بلژیکی رو چطور میتونید تامین کنید؟ آیا این مجوزی نیست که فردا گروگان دیگری و فردا فرد دیگری رو در بخش دیگری از اروپا یا خاورمیانه دیگر جای جهان به گروگان بگیرن و باز همین داستان ادامه پیدا کنه؟ مرسی. من پاسخم بله این جناب بله اسمتون، این یک به نظر من یه سرشکستگی برای همه ما ایرانی ها هست که یک همچین فاجعه‌ای داره اتفاق میفته و به درستی اشاره کردین که این پایان گروگانگیری نیست و این تشویق میکنه گروگانگیری رو و این تشویق به ضرر جامعه بین المللیه، فقط اروپا نیست. ما کیسایی داریم، یادمون نره که اون خانم ما رو استرالیایی رو برای 2 سال زندان بود که خانم مول گیلبرت و کسای دیگه که از کشورهای دیگه گرفتن. در هر صورت امیدوارم که این شکست بخوره، این برنامه‌ای که ریختن رأی نیارن، و اگرم رأی آوردن در حقیقت میشه گفت که وای به حال مردم بلژیک که اعتراض نکنن، و امیدوارم که این کار رو بکنن. البته خبرهایی که میاد نشون میده که مردم بلژیک بسیار ناراحتن و نگرانن از این موضوع و فشار رو بردن به احزاب مختلف. بریم به موضوع دیگه برسیم. ما الان حدود 13 دقیقه وقت داریم که میخوام به یه موضوع مهمی دیگه بهش برسیم. سازمانی به نام شورای ملی تصمیم یک بیانیه‌ای رو چند روز پیش اعلام کردن، اعلام موجودیت کردن. این شورای ملی تصمیم یک همبستگی ائتلاف ملی است، یعنی وقتی که شما به اسامی و گروه های مختلفی که این همکاریشون رو امضا کردن نشون میده که از چپ تا راست راست و هر چی که این وسط هست، جمهوری خواها، پادشاهی خواها، همه در این گروه هستن و در حقیقت یک ترکیبی از اون چیزی است که ما در ایران میبینیم، یک ترکیبی از موقعیتی هست که ما در ایران آینده خواهیم دید، که البته اون موقع احزاب خواهند بود و احزاب هستن که در حقیقت شالوده دموکراسی خواهند بود. من قبل از اینکه بخوام برم وارد جزئیات این بشم، میخواستم بگم که من و جناب اسماعیل پور جزو امضا کنندگان و این ائتلاف شورای ملی تصمیم هستیم. 6 تا عرشبت حضورتون که مؤلفه داره، 6 تا اصل داره که الان دوستان احتمالا مطرح میکنن، اگر نه من خودم مطرح خواهم کرد. آقای نیکبخت فعال سیاسی هستند، فعال مدنی هستند که راجع به این موضوع اطلاع دارن ولی هنوز
فکر نمی کنم که عضو شده باشن، ولی بنابراین اینو برای اینکه بینندگان عزیز ما بدونن که من و جناب اسماعیل پور جزوی این گروه هستیم، ولی هنوز آقای نیکبخت ظاهرا جزوی این گروه نیستن. اینو برای شفافیت دارم خدمتون عرض میکنم، ولی دنبال میکنم، ولی این مطالب رو بسیار بسیار دنبال میکنم. من میخواستم که از شما شروع کنم آقای اسماعیل پور، قبل از اینکه به آقای نیکبخت برسیم یک شمه کوچیکی راجع به این مطلب بگین که من از آقای نیکبخت هم همین سوال بکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. البته من دوست داشتم همه سوالا رو از در واقع میهمانمون از ایران همیشه شروع کنیم، ولی چشم. شورای ملی تصمیم، شورای ملی تصمیم تصمیمی است که گرفته است تا همه مردمان ایران رو از هر تفکر و باور و عقیده‌ای در کنار هم داشته باشه تا بتونیم با هم به پیش بریم. از مردمان آذربایجان و کردستان و همدان و اصفهان گرفته تا شیراز و کرمان و بلوچستان، از خراسان و آبادان و آباده و دهبید و اقلید و من همینجور تو ذهنم میاد شهر کرد و بروجن و نجف آباد و تمام شهرها و دهکده های زیبای میهنمون گسترده بشه. ما تصمیم بران داریم تا به گستره تفکرات همه مردمانمون و همونجور که شما گفتید از دموکراسی خواه تا پادشاهی خواه تا شورا خواه تا سوسیالیست ها تا کمونیست ها تا دین باوران و تا بیدینان همه در کنار هم بیاییم و اونجور که قول دادیم برای اجرای کامل اعلامیه حقوق بشر که افراد رو فارغ از هر نوع رنگ و پوست و نژاد و مذهب و قومیت و جنسیت برابر میدونه بتونیم این برابری رو تحقق ببخشیم. این امر ممکن نیست مگر ما بتونیم در کنار هم باشیم، همدیگر رو تحمل کنیم و اندیشه حذف رو برای همیشه از تاریخ ایران حذف کنیم. امروز من با کسی که با عقیده من مخالف است باید بتونم گفتگو داشته باشم، به خاطر اینکه اون میتونه و ممکنه که راه حل بهتری از من داشته باشه. ما برانیم تا ساختار استبداد رو براندازیم. ما فقط جمهوری اسلامی که سمبل استبداد در این زمانه است رو نشانه نگرفته ایم. اگر بخواهیم به یک دموکراسی پایدار برسیم، هدف براندازی ساختار استبداد خواهد بود و در اون صورت همه مردمان ایران با هر تفکر و باور و عقیده‌ای در کنار هم هستیم و میتونیم این مسیر رو بپیچونیم. من بخش دیگر رو میذارم که شما و جناب نیکبخت اگر اطلاعی دارن در این مورد توضیح بدن. مرسی. این بعد دو تا توضیح کوچک بگم. یکی این که این سازمان از حدود مرداد 1400 شروع به کار کرده و تا کنون حدود نزدیک به 170 نفر عضو داره، حدود 60 خورده ایشون در ایران هستن. تعدادی از این افراد در زندان ها هستن، بنابراین کسایی هستن که جانشون رو توی کف دستشون گذاشتن، مثل آقای نیکبخت. ادامه بدم صحبت شما رو. مخالف من دشمن من نیست، همونطور که شما به درستی گفتین ما اختلاف داریم، ولی این اختلاف دشمنی نیست، بلکه اظهار نظرهامون فرق میکنه و این کار درستیه. جناب نیکبخت، من نمیخوام وقت بیشتری رو بگیرم، شما میدونم که دنبال میکنین مسائل و نظر شما چی هست؟ بفرمایید. ببینید، یه نقشه راه هوشمندی لازمه تا جنبش های اجتماعی را در داخل ایران به هم وصل کنه، از اینها یه نیروی اجتماعی بسازه تا بتونه تو نبرد با ولایت فقیه موازنه رو به نفع مردم و دموکراسی تغییر بده. خب برای اینکه این
نقشه هوشمندانه وجود داشته باشه، یه سازوکاری حتما لازمه. من میبینم اینجا پارلمان موقت مخالفین داره مطرح میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه از هر عقیده، هر منش، گرایش و هر نوع تفکری که هستیم بیاییم کنار همدیگه بنشینیم و بر اساس اون مشترکاتی که همگی قبول داریم تصمیم هایی بگیریم که بتونیم در زمینه مبارزه و در میدان مبارزه علیه ولی فقیه به یه جبهه واحد برسیم. این خیلی مهمه که ما به هم شلیک نکنیم، سنگرامون روبرو هم بسته نشده باشه، ما سنگرامون روبروی ولی فقیه باید بسته شده باشه. حالا تو ایران اگه یکی بگه خب چه خبره، واقعا مردم چی میخوان، بیش از 80 میلیون نفر معترض حکومت ولی فقیه هستن و نمیخوان واقعا این حکومت رو. اما آیا اختلاف در بین نیروهای اپوزیسیون رو میخوان؟ هر کسی به من میرسه وقتی من میام مصاحبه میگه نیکبخت میری مصاحبه مبادا علیه جریانی صحبت کنی، مبادا حرفی بزنی اختلاف برانگیز بشه. ما مردم اینو نمیخوایم، ما اتحاد میخوایم، میخوایم همه با هم باشیم. من میبینم خب خط قرمز نداره این شورا، میگه هر کسی از هر تفکری میتونه بیاد اینجا و بشینه و با هم فکر کنیم به یه نتیجه برسیم که چگونه باید این ولی فقیه رو زودتر شرش رو از سر مردم ایران کم کنیم. مردم در داخل کشور گرفتارن جناب آقای افشینجان و واقعا به سطوح اومدن. از مباحثی هم که به هر حال مطرح میشه بین عزیزان ما بعضا اصلا گرفتاری های بزرگی ایجاد میکنه و به اختلافات دامن میزنه، مردم بیزارن. مردم کاری به چپ و راست و این سری مسائل ندارن، فقط به دنبال نیروهایی میگردن که اونها خالصانه بتونن قدم بردارن در این راستا. خب من میبینم این شورا میخواد به مردم ایران کمک کنه، به مبارزین در داخل ایران کمک کنه. چقدر خوشحال شدم که دکتر کمال جعفری یکی از سخنگویان این شورا هست. این عزیز ما در زندانه، حضورش نمادینه، اما این نمادین بودن داره یه پیامی رو میده. اون پیام اینه که مبارزین داخل کشور اینجا حائز اهمیت قلمداد شدن و به هر صورتی تلاش شده که نشون داده بشه که این اهمیت داره که در داخل کشور مقاومت کنیم. خیلی مهمه این موضوع، خیلی مهم. از طرف دیگه خب به هر حال من میبینم که به تمامیت ارضی معتقدن، به هر صورتی دارن به اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد میکنن. اینها هم مواردی هست که قابل قبول. در کل عرض بنده اینه که اگر از من بپرسن این پارلمان موقت مخالفین اون وجاهتش رو از کجا میاره، هویتش رو از کجا میاره، صلاحیتش رو از کجا میاره، عرضم اینه که از خواست مردم. خواست مردم چیه؟ اتحاد در بین تمام نیروهای اپوزیسیون. و اگر یه جریانی اومد و گفت که ما خط قرمزمون فقط جمهوری اسلامیست، درمون به روی همه بازه و همه میتونن بیان و همه میتونن اینجا در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشن، به نظر من باید تمام اپوزیسیون و تمام مردم ایران حمایت کنن. میبینم که این شورا مقابل هیچ جریانی نیست، رقیب هیچ جریانی نیست. اینها خیلی مهمه، خیلی همه مدعی هم نیست، اینکه ادعا نداره، نمیاد بگه که ما هستیم که میتونیم چه کاری رو انجام بدیم. به من گفتن که ائتلاف و تعامل یکی از ستونهای اساسی این شوراست. این به چه معنیست؟ یعنی کسایی که حداقل در این شورا هم نمیان، اونها باشون ائتلاف میشه، اگر ائتلاف نکنن باشون تعامل میشه. من فکر میکنم به تمام معنا دموکراسی رو اینجا تعریف کردن و برای همه عزیزانی هم که هستن آرزوی موفقیت میکنم، خصوصا شما و دوست عزیزم جناب کیقوباد اسماعیل پور که جزء اساتید برجسته هستن، موفقیت رو میتونم با کمال افتخار اگر از من دعوت کنن در این شورا عضو خواهم شد. چی از این بهتر من واقعا حقیقتا میبینم که جز افتخار چیزی اینجا نیست. در تمام این کلمات، در تمام این نوشته ها، در این توصیف زیبای آقای کیقوباد، در توضیح شما، همه و همه اون چه که هست داره تاکید میکنه برای هویت ایرانی، برای در واقع تلاش جمعی برای سرنگونی ولی فقیه.
بله، من اضافه بکنم که برای اینکه حد اکثریت رو جمع بکنن، مطالبی که به عنوان یک مؤتلفه نوشته شده، من خیلی سریع اون 6 تا مطلب رو عرض میکنم که عبارت از گزار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش های اعتراضی مردم، در پرانتز نوشته شده گزار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. یعنی این خیلی خیلی مهمه، ما وا نمیستیم اونجا ما رو فقط بزنن یا بکشن، ما این حق رو داریم مشروعا از طبق قوانین بین المللی. دوم اینکه حفظ تمامیت ارضی کشور با تأکید بر نظام غیر متمرکز. غیر متمرکز الان بعضی سوال میکنن که چی هست چی نیست، اینو بعد بذاریم برای داخل کشور. اونجا زمانی که مؤسسان تشکیل میشه، مردم، نماینده های مردم از گوش و کنار کشور میان این تصمیم میگیرن که نظام غیر متمرکز چی هست. الان شاید از 204 کشوری که در جهان هست، شاید 204 تا قانون اساسی داشته باشن که به هم دیگه ممکنه فرق بکنه. سومی که جدایی دین از حکومت هست. چهارم فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان. و پنجم تلاش برای برپایی نظام دموکراتیک و انتخابی. نوع حکومت رو اینجا گفته شده، با رأی مردم خواهد بود. یعنی وقتی که میان انتقاد میکنن میگن حالا اسم این کاری که شما میخوام بکنید پادشاهی جمهوری خواه، اصلا دست من و دست شما، دست هیچ کس نیست، این دست 85 میلیون نفر جمعیت که بعد تصمیم بگیرن. هر کی هم گفت من میخوام پادشاه بشم، بگین آقا درست نمیگی، برای اینکه بعد اونجا تصمیم بگیرن. اگه گفتن جمهوری هم، کدوم جمهوری؟ اونم بعد اونجا تصمیم گرفته بشه. بنابراین انتقاداتی که میشه، این انتقادات به جا نیست. اضافه بکنم، نقد بکنین، حتما نقد بکنین و بگین اینجاش کجی، اینجاش درست نیست. به عنوان مثال این بیانیه هم که اعلام کردن قابل تغییره، شما تشریف بیارین شرکت بکنین و بگین اینجاشو درست بکنن. طبیعیه باید طبق مطالب دموکراتیک اون چیزی که باید تغییر انجام بشه در رأی عموم میذارم تغییر خواهد کرد. من ادامه بدم قسمت آخرشو. 6 اجرای کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن، تأکید بر حفظ محیط زیست. بعضیا میگن حالا چرا راجب زنان ننوشتی، چرا راجب کودکان ننوشتی؟ این اعلامیه جهانی حقوق بشر تمام اونا رو کامل میکنه. من چون وقتمون کمه، من میخواستم آخرین جملات رو بذارم برای آقای اسماعیل پور که بتونیم برنامه رو ببندیم. خیلی زمان خیلی کمی داریم، اگه ممکنه زیر 1 دقیقه خواهش میکنم نظراتتون رو خواهش میکنم بفرمایید. چشم، من فقط باز به همه مردم بگم که این کاری که شروع شده فقط با مشارکت شما و با بودن شما و با همفکری شما میتونه پیش بره. بنابراین به ما و به خودتون در واقع بپیوندید. ما این جمع رو گذاشتیم برای اینکه همه در کنار هم بیان، نه اینکه کسی زیر چتر گروه دیگری بیان. بنابراین مشارکت اساره و ماده حیات در واقع دموکراسی است. از همینجا با هم پیش بریم، در کنار هم باشیم. یک نکته بگم، آیا لوگو کامل است؟ میتونه کامل نباشه. من خودم فکر میکنم اگر اون دوتا علامت عشق و انسانی که اون وسط هست، اگر اون وسطی ها سفید باشه، اون بالایی سبز باشه و پایین قرمز باشه به رنگ پرچم ملی، خب زیباتر میشه. آیا نقشه دریای خزر و خلیج فارس باید بهش اضافه بشه؟ خب میتونه بشه و اینا همه جا داره. اینه که تمام این پیشنهادا رو میتونیم داشته باشیم و با هم فکری میتونیم با هم پیش بریم. مرسی از بله. شما برنامه خوب. چند جمله آخر رو جناب، من نمیخوام شما رو ترک بکنم، بنابراین چند جمله آخر رو شما بفرمایید که ما با حضورتون برنامه رو ببندیم. جناب نیک بفرمایید. بله، ببینید اون چه که توضیح دادن جناب آقای اسماعیل پور و تأکیدی که من میخوام بکنم این هستش که
امروز در مقطع خاصی هستیم و میبایستی که همه دست در دست همدیگه بذاریم، از تمام گروه ها و تمام مردم، فعالین سیاسی که در داخل هستن. من درخواست میکنم که با هم متحد باشید. این درخواستی که من دارم انجام میدم خواسته مردمه. این اتحاد ماست که ولی فقیه رو به زانو در میاره و اتفاقا امروز که اعتماد در بین ولی فقیه و نیروهاش داره ریزش میکنه، ما شاهد این هستیم که این اعتماد و اعتبار آفرینی در بین اپوزیسیون در حال رشد و پرورش و بسیار بسیار مهم هستش که این نوع تشکل‌ها هم ایجاد بشه، به هم بپیوندن و بتونن برای یه هدف واحد، یعنی سرنگونی رژیم ولی فقیه، نهایت توانشون رو صرف کنن و بذارن. سپاسگزارم از شما و همه عزیزانی که این پیام و این صدای من رو میشنون. بله، با حضور جناب نیکبخت، جناب اسماعیل پور، از به هموطنانم درود میفرستم. تا نشست بعدی شما رو به اون چیزی که باور دارین میسپرم. به درود به شما.